گونه به اینجا رسیده. بله حتما، ایشون از شیراز اومدن. حسام ابریشمی در سال 1951 در شهر شیراز متولد شده. حسام یک فرزند پسر داره به نام کاوه که کاوه هم در کارها به پدرش خیلی کمک میکنه. او در سال 1975 برای ادامه تحصیل به ایتالیا مهاجرت کرد و در سال 1979 فارغ التحصیل شد. در سالهای نخست اون در جهت تقویت اندوخته‌هاش کار کرد و در پی یافتن سبک خودش بود. حسام ابریشمی علاقه زیادی به طبیعت داره، اما در عین حال چهارچوب و سبک خودش رو داره. بیشتر از 100 گالری تک نفره داشته و در عین حال در 30 نمایشگاه بین المللی شرکت کرده. در سال 2007 حسام ابریشمی به خاطر دستاوردهاش در زمینه هنرهای معاصر از دانشگاه آمریکایی لیبرتی دکترای افتخار دریافت کرده. در سال 2006 یکی از شهرهای ایالت فلوریدا به نام آرمند، یک منطقه هست آرمند، روز 24 ماه مارس رو روز حسام ابریشمی گذاشتن و این منطقه 24 مارس رو به نام حسام ابریشمی ثبت کرده. حالا اگر مایل باشی بنو جان بریم این گزارش رو ببینیم و بعد بیشتر در موردش توضیح بدیم. آثار حسام ابریشمی از تاریخ باستان ایران که از کودکی در ذهن او نقش بسته سرچشمه می‌گیرد. حسام ابریشمی با هدف پیدا کردن جامعه‌ای مدرن و دور از محدودیت وطن خود را ترک کرد و در گوشه‌ای از جهان که روز به روز در حال دگرگونی است شروع به پژوهش و آموزش در راه هنر کرد. او به ایتالیا رخت کشید و با الهام گرفتن از تاریخ باستان ایتالیا شروع به نقاشی کرد. من از 14 سالگی شروع به نقاشی کردم. از دبیرستان بودم، توسط معلمم آقای مویزی مشخص شد که من استعداد نقاشی دارم. منو تشویق کرد و من شروع کردم به نقاشی کردم و تا الان نقاشی میکنم. کار دیگه هم نکردم. اگه یه موقع بهم بگن نقاشی نکن، فکر نکنم کار دیگه بلد باشم بکنم. حسام نمایشگاه‌های بسیاری در سراسر آمریکا و دیگر نقاط جهان برپا کرده. من الان به حدود 150 گالری باهاشون کار می‌کنم در آمریکا، گالری‌های بسیاری در کانادا، اروپا، توکیو، هند، جاهای مختلفی باهاشون کار می‌کنم. و تقریبا اگر هر ماه نباشه حتما دو ماه یک بار نمایشگاه انفرادی دارم، به اضافه نمایشگاهی که گروهی برگزار میشه مثل آرت اکسپو، بینل ها، جای مختلف. حسام ابریشمی نه تنها نقاش ماهری است بلکه به مجسمه سازی نیز میپردازد. حدود 10-12 ساله که بیشتر تمرکز کردم روی مجسمه و تا الان یه چیز حدود 10-12 تا مجسمه خوب دارم، برونز، که به صورت ریپروداکشن از هر کدومش 10 تا 15 تا 45 تا زده شده. البته اگر نگاه مجسمه های من بکنید دقیقا همون نقاشیه که به صورت سه‌بعدی در اومده. مجسمه برای من جالبه به خاطری که میتونم تاچش کنم، دست بهش بزنم، در حقیقت میتونم دورش بگردم. خیلی موقع‌ها با مجسمه راحت‌تر میتونم حرفمو بزنم، بعضی موقع‌ها با نقاشی. مهم اینه که چه موضوعی چه چیزی رو میخوام بیان کنم. حسام عقیده دارد رنگ در نقاشی‌هایش نقشه بسیار مهمی دارد. با رنگ خوب میتونم حرف بزنم، رنگ خوب میشناسم. اگر کارامو نگاه کنید بسیار کالرفوله. بیشتر حرفای من با رنگ در اون کارا، غیر از اینکه خب موضوعم داره، کامپوزیشنم داره. از او پرسیدم رنگ، فرم، موضوع کدام یک در کارهایش مهمترند؟ هر کدوم جایگاه خودشو داره. ببینید از رنگ استفاده میشه برای بیان موضوع، برای شکل دادن موضوع. از فرم استفاده میشه که موضوع رو به نوعی بهتر با کامپوزیشن بهتر ارائه داد. خب موضوع هم که
چیزی هست برای بیان. تو بعضی از کارها هست که بیشتر تکیه میکنم روی رنگ، اون کارهایی که بیشتر ابستره هست. خب بعضی کارها هست که روی فرم بیشتر تکیه میشه. من بیشتر روی موضوع اهمیت بیشتری میدم. در بیشتر آثار حسام میتواندید که او در کارهایش به ابستره گرایش دارد، گرچه گویی دلبسته فیگور نیز هست. اجازه میدم که مردم فکر و احساساتشون هم توی کار تأثیر بذاره. در حقیقت تابلوهای من ناتمامند، برای که غیر از اینکه کامپوزیشن رو تکمیل میکنم، غیر از اینکه موضوع رو کامل میکنم، رنگ ها مشخص کامله، ولی در حقیقت جایی هست برای فکر کردن، جایی هست برای تمام کردن. میدونی که نقاش رو هر چند تا که هر مدت زمانی بخوای ادامه بدی، باز جا داره که روش کار بکنی، ولی توی یه جایی هست که برای آرتیست کافیه، دیگه احتیاجی نیست بیشتر از اون بری. ولی کارای من موقعی که ابسترز رو توی کارای من استفاده میکنم، به خاطر این هست که اجازه بدم به مردم تو اون کار خودشون تکمیلش بکنن، نسبت به اون موضوعی رو که من میگم، نسبت به اون چیزی رو که من دارم بیان میکنم، اون رو خود مردم نسبت به احساساتشون، نسبت به برداشتشون تکمیل ترش کنن. نقاشی های حسام ابریشمی تنها با رنگ های اصلی آفریده نمی شود، بلکه سیاه و سفید را نیز در بر می گیرد. سیاه سفید های مقوله دیگه هست. زمانی که رنگ کار می کردم و هنوزم می کنم، به معنی نیست که اون رو گذاشتم کنار، این رو کار می کنم، سعی می کردم شادی، لذت، دوستی، عشق و خوشحالی رو بیان بکنم، که این موضوع موضوعی بودی که داشتیم و دوست دارم داشته باشیم. پیام منه که دلم میخواد مردم این چنین باشن، دور از زجر و ناراحتی و شکنجه و غم و فلان و بسار. خب بعد از اون ساید خوشحال من بود، طرف خوشحال من بود. خب یه قسمت دیگه هم من دارم که غمگینم، ناراحتم، خشم دارم، گرفتاری دارم. بعد خب این قسمت های کارهای سیاه‌سفید من اون قسمت احساس من هست. به خاطر همین رنگ که خودش نمونه ای از بیان زیباییه توی اینا نمیبینی، فقط سیاهی است که بیان تاریکی و درد و غم و رنجه. در آثار حسام هویت ایرانی مشاهده می شود. چه بخوام چه نخوام هویت ایرانی دارم. خب اگر من یک آرتیست اصل باشم، یک نقاش اصل باشم، کارهای کپی نکنم و اون چیزی رو که خودم می خوام و تفکرات خودم هست بیان بکنم، چیزی نمیاد جز از ریشه من که اون هم ایرانیه. نه اینکه من حتما میخوام کارام ایرانی باشه یا نباشه، ولی ناگزیر هست، به خاطر که خودم ایرانیم، به خاطر که افکارم ایرانیه. حسام ابریشمی عقیده دارد که هنر عین سیاست است. همه سیاسی هن. همه چیز سیاسیه. ببین اون بقال سر کوچه ما سیاسیه. شما که اینجا هیچ سیاسی هستید، من که اینجا هستم سیاسیم. تمام نقاشی ها سیاسیه. از حسام پرسیدم در کجا شهرت بیشتری دارد و خواستاران آثارش بیشتر در کجا متمرکزند؟ جامعه آمریکایی، چون من بیشتر نمایشگاه گذاشتم اینجا و روزنامه ها، مجلات مختلفی گهگاهی می نویسن راجع به کارام، بیشتر می شناسن.